محمد رضا رفعت کسی که بیشترین امتیاز را در آزمون‌های کنکور امسال به دست آورده است. این جوان در یک خانواده نادار زندگی می‌کند و برای برآورده شدن نیازهای خانواده‌اش قالین می‌بافد و گاهی هم زیر دست معماران کار می‌کند. که صبح ملازم از خانه می‌برامیدم، در حدود از صبح تا شب که خانه می‌آمدم، در حدود 5-6 کیلومتر راه را طی می‌کردم که رفت آمد. کدام وسایل نداشتم دیگه، پای کردن میرفتم میامدم دیگه. در حدود در روزانه تقریبا در 24 ساعت 12 ساعت درس خودم میخوندم، 6 ساعت کار میکردم. عوض علی پدر رضا کارگر ریاست تنظیف شهرداری کابل است که روزها از بامداد برای تهیه لقمنان برای خانواده 7 نفریش زباله ها را از کنار جاده میروید. تا صنف درکی هرچی که بود و بود، از صنف ده به بعد حس میکنم تلاش داشت، علاقه داشت، کمر بستگی داشت. شهربانو مادر رضا میگوید که پسرش میکوشید تا بخشی از مصارف خانواده اش را برآورده سازد. در 40 روز یک پای قالین تا میکنید، مرون 4000 پام شد. مصارف تحصیلش میگه؟ نه، مرون کورس مرون تاونه. خواهرش نیز این مقام برادرش را برای خود یک افتخار میداند. من بسیار خوشحال هستم که بیادر این مقام اول گرفته در کنکور و من امید دارم که به مثل بیادر اول شم. رضا میگوید که روزهای دشواری را سپری کرده است، اما میگوید که این دشواری ها نتوانستند مانع درس و آموزش وی شوند. کسایی که دانشجو هستن و درس میخوانن همیسته که همیشه کوشش و تلاش خود کنن، چون هر چیزی که انسان بخواه امون میشه، هیچ چیزی نیست که ناممکن باشه. رضا در میان 195 هزار تن 344 امتیاز به دست آورد و در جایگاه نخست قرار گرفت. اکنون وی آمادگی میگیرد تا تحصیلش را در رشته پزشکی در دانشگاه پزشکی کابل به پیش ببرد.